آمین آمین. مطلبی هست شما میخواید بگید؟ بله کشیش رسول، الان این مادر که زنگ زدن واقعا قلب منم به درد آوردن، چون خب منم سالاس از ایران دورم. بله میدونم جانم، بله میدونم که شما خیلی اذیت شدید و زندگی شما رو هم میدونم که چقدر واقعا مردم چطوری با این همه اتفاقاتی که داره میفته براشون چطوری میتونن در مقابل این بدی ها، در مقابل این عدم آرامش، این عدم این ناامیدی هایی که دارن چطوری میتونن وایستن، چطوری میتونن استادگی کنن وقتی مادری چشاشو باز میکنه و میگن بچهشو اعدام کردن. بله. وقتی که پدری چشماشو وا میکنه و میبینه دخترشو به ضرب شلاق گرفتن. بله. واقعا من سوالم اینه که ما چگونه میتونیم با این ناامیدی ها مبارزه کنیم، چطوری میتونیم اون واقعا قلب زرد کشیده رو تسلی بدیم. من میدونم که واقعا حداقل برای خود من اون روح القدس برای من این آرامش آورده. چشمم به اینه که یه روز برگردم ایران به مملکتم، همونجور که خود شما گفتیم مملکت من ایرانه، اینجا هم من مهمونم، من هم مثل شما مهمون هستم. بله. و چشمم به اینه که برگردم سرزمینم. به هر حال میخواستم یه مقدار راجع به این مسئله شما صحبت بکنید. خوش. با بینندگان ما، با عزیزانی که الان دارن این برنامه رو واقعا ملاحظه میکنن، برای تمام پدر و مادرهایی که الان تازه من الان شنیدم که این 19 نفر رو اعدام شدن. بله بله خیلی تسلی خاطر میخوام براشون، آرامش مسیح رو میخوام بدونن که خداوند خدای عشقه و آمین. عیسی مسیح روی صلیب عشقش رو به ما نشون داد. بله. و ما رو از همه بنها رهایی داد. آمین آمین. پس لطف کنیم بریم با همدیگه کتاب ارمیا، قرار نبود این قسمت رو داشته باشیم، این مادر عزیز که تماس گرفتن ذهن ما رو به جای دیگه، بریم با هم کتاب ارمیا 29 الی 8 الی 13 رو داشته باشیم. کتاب ارمیا برمیگرده حدود 2700 سال پیش، قبل از اینکه حدوداً 700 سال قبل از اینکه مسیح متولد بشه، 600 خورده‌ای هستش و یکی از انبیای بزرگ کتاب مقدس هستش که پیشگویی‌های رو نیز می‌کنه و قوم خدا رو نیز آگاهی و بیداری میده، همون کاری که ما داریم میکنیم. آمی. خیلی از عزیزان هستن تماس میگن، میگن برس خب همه کشیشا که در تو ایران صحبت نمیکنن، همه کشیشا در تو مسائل سیاسی صحبت نمیکنن. اولا ما در تو مسائل سیاسی صحبت نمیکنیم، کادر من به عنوان خادم خداوند به هیچ وجه در چارچوب سیاسی نیست. این که ما از مردم اون صحبت میکنیم نشون نمیده که من طالب یک شخصیت سیاسی هستم. سیاست رو نه که بخوام بگم مخالفم، باید ما آگاهی سیاسی داشته باشیم، اما این نیست که من خودم توی جایگاهی ببینم که در آینده بگم میخوام تو اون کشور به عنوان حتی نماینده مردم بخوام سیاستی رو راهنمایی کنم. چرا اگه بخوام این کارو کنم حتما اول باید خل کشیشی بشم، چون انجیل مسیح ما رو به سکولاریزمی دعوت میکنه. خود مسیح بارها و بارها برای پادشاهی او رو خواستن و میگه مسیح گریخ فرار کرد، چون پادشاهی مسیح قلبی هستش. آمین. و ما امروز هرگز 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 هیچ نظامی رو به عنوان نظام مسیح معرفی نمیکنید و تصورم بر این هست که در طول تاریخ اونهایی که چنین فکری کردن آسیب به انجیل مسیح زدن و انجیل مسیح نیست. شما میتونید مشاهده کنید انجیل مسیح کتاب سیاسی نیست، نمیگه برید جهان رو بگیرید فتح کنید. انجیل مسیح انجیل عشق. مسیح میگه ای تمامی زحمت کشان و گرانباران نزد من، یعنی نزد مسیح بیاد. میگه من اون بار رو بر میدارم و به ازای اون بار سبک، یعنی روح القدس رو میدم، حکمت رو میدم، آرامش رو به تو میدم، قوت رو به تو خواهم داد که بتونی زندگی سالم داشته باشی. آمین. حتی کلام خداوند میگه تمام دولت ها رو خدا اجازه داده باشه، همون گونه که اجازه داد 37 سال هست که نظام جمهوری اسلامی باشه. چرا؟ برای من یکی از دلایلش این هستش که من مسلمون متعصب در گذشته حقیقت رو بفهمم، کورکورانه جلو نرم، مسیر رو ملاقات کنم، دخترم رو شفا بده، باز ایستادگی کنم، با قرآن وارد کلیسا بشم، با کشیشای محترم اونجا بحث کنم، اما خدا با محبتش قلب منو لمس کنه که من حقیقت خدا رو بشناسم. پس قدم اول این هست که هموطن عزیزم، خدا دوستی قدم اول نیست. ای کاش ما اول خدا دوست نباشیم،
بلکه در جستجوی حقیقت باشه. آمین. چون خدا دوستی با خودش تعصب میاره که از گذشتگان به ما رسیده، اما وقتی که شما در جستجوی حقیقت هستید، وقتی که با خدای محبت، با خدای عشق روبرو میشی، دیگه شما بدون تعصب هستید، بلکه اونجا خرد و حکمت و محبت حاکم هستش در زندگی شما، که در مقابل شما مخالفین شما نجس نیستن، مخالفین شما کافر نیستن، مطابق قرآن اجازه سربریدن نمیدن، اجازه طرد شدن رو نمیدن. هموطنان عزیزم، از این رو از تشویقتون میکنم به جستجوی حقیقت باش به زبان فارسی، و خدا حقیقت رو برای تو باز میکنه، همونگونه که برای من، برای خواهرم سمی و هزاران ایرانی که امروز به مسیح ایمان آوردن و پنهان هستن، چرا که در ایران آزادی نیستش که بتونن عنوان کنن، اما خدا رو شکر در کشورهایی که مانند آمریکا، کانادا، اروپا اومدن، شما میبینید حتی توی شهرهای یه شهر کوچیک ما 7-8 تا حداقل میتونیم کلیسای فارس زبان داریم. تو همین لس آنجلس بالای 10 تا کلیسا ما به رسمیت میشناسیم. حالا گذشته از این که برفرض 3 ماه قبل دوباره یه کلیسای دیگه فارسی دارم یا توی خانه عزیزان جلسات مسیح دارم بگذاریم، اما شبانان اونجا، کشیشای اونجا، معرف ایرانی ها هستن و دارن خدا رو خدمت میکنن. هیچ کدومشون اعلام جنگ نمی کنن، هیچ کدومشون اعلام نمی کنن دیگران رو بکشیم، و همه ماها گواهیمون اینه مسیح تو زندگیمون عمل کرده. آمین. یکی میگه من معتاد بودم شفا گرفتم، یکی میگه من مریض بودم شفا گرفتم، یکی میگه من مشکل روحی روانی داشتم خداوند منو شفا داده، یکی میگه من در جستجوی حقیقت بودم خداوند رو ملاقات کردم. آمین. پس هیچ کدوم ما در مسیر این نبوده حتی به دنبال مذهب هم باشیم. بارها عرض کردم عیسی مسیح لا مذهبه، چون آمین. مذهبیون اونو بردن روی دار، برای همین مذهبیون مسیحی میتونن اشتباه و گناه بکنن، مذهبیون، اما آنانی که در مسیح تولد تازه دارن، چه مسیحی زاده های عزیز، ارامنه عزیز، آشوریان عزیز، و چه فارسا که از بکران بهایی، از بکران اسلام آمدن، وقتی که تولد تازه دارن و درک درست از مسیح رو دارن، توی مسیر غیرت، عشق و محبت قدم بر میدارن، با هیچ موقعیت هم نمی جنگ. خب مادر عزیزمون اشرفچان که تماس گرفتن به خاطر اون احساس دردی که در وجودشون بود، از اون ناراحتی به دولت جمهوری اسلامی چیزایی رو گفت، ولی حتی کلام خدا به ما میگه دشمنان خودتون رو لعنت نفرستید، بلکه از خدا برای اونها برکت بخواید. و برکت خواستن این نیستش که من برم همش اونها رو حمایت کنم، هرگز، هاشا. من برم رأی بدم جمهوری اسلامی هر دفعه خواست منو سر من کلا بذاره، هرگز، هاشا. شما وقتی رأی میدید به هر موقعیتی در دولت جمهوری اسلامی، شریک اعدام و جنایت های اونها هستید. اگر تو الان دادی توبه کن، و اگر از این به بعد فکر میکنی باید بدی، این رو بدون هموطن عزیزم، تو در کنار کسایی ایستادی که حکم ناعادلانه اعلام کردن، چون برای ما نظام جمهوری اسلامی و ماهیتش کاملا مشخص هستش. و اگرم از این صحبت ها بدت میاد، میترسی، خواهش میکنم برو تا خداوند افکار و دل احساسات تو رو بشوره. آمین. چون ترس از طرف خدا نیست، با هر اندیشه که هستی، با هر اندیشه که هستی، ترس از طرف خدا نیستش. آمین. حکمت از طرف خدا هست، قوت از طرف خدا هست، اما ترس از طرف خدا نیست. من نمیدونم، شاید در کنار من یکی دو تا کشیش بیشتر نباشن این گونه سخن میگن، اما من آنچه که انجام میدم از غیرتی هست، صحبتهای من از غیرتی است که عاشق مردمم ایران هستم. آمین. عاشق کشورم ایران هستم. آمین. و چون یک ایران دوست هستم، یک مسلمان نیستم، چون یک ایران دوست، یک وطن دوست هستم، یک آزادی خواه هستم، همانقدر که مسیح رو دوست دارم، من نیز ایرانم رو دوست دارم. آمین. و حاضر هستم براش بیستم، و نه من، خیلی عزیزان دیگه هستن که آمین. در این آگاهی رسانی با هر تفکری برای ایران ایستادن. هموطن عزیزم، خودت رو از ترس آزاد کن. آمین. و اجازه بده که خداوند در زندگی تو عمل کنه برای یک کشور آزاد. بریم با هم دیگه از کتاب ارمیا 29:8-13 رو بشنویم. ممنون میشم. من که خداوند خدای اسرائیل هستم میگویم که نگذارید انبیای دروغین و فالگیرانی که در میان شما هستند شما را فریب دهند. خیلی ممنون. خب ما توی شرایطی هستیم که میدونیم که بابل در از اومده اورشلیم رو گرفته، امپراتوری بابل، و تحت اسارت هستن.
تحت اسارت بابل هستش و خدا به توسط ارمیا داره این امیدو میده. حالا خدا به توسط کلامش هموطن عزیزم داره به شما میگه، داره به تو هموطن عزیزم میگه، به تو ایرانی عزیزم که این دلسوزی رو داری برای ایران، این غیرت رو برای ایران داری، بیزینس و ثروت اولویتت نیست، آمین، خانوادت اولویتت نیستش، آمین، بلکه مقامت، قدرتت، شرایطت نیست، اومدی آمریکا تحصیلاتت اولویتت نیستش، بلکه همه اینا به خاطر مردمت، به خاطر کشورت هستش، آمین. داره با تو صحبت میکنه که این غیرت رو داری، نه با اون کسایی که دنبال فقط امور دنیوی این دنیا هستن. بله، به خوابها و رویاها و پیشگوهای آنها گوش ندهید، آنها به نام من به دروغ پیشگویی میکنن. خیلی ممنون. پس بنابراین داره میگه انبیایی هستن که این انبیا، انبیا کاذبن، انبیا ترسو هستن، اسم خدا رو هم استفاده میکنن، اما همش میگن ول کنید، چه کار دارید به ایران، چه کار دارید به دو جمهوری اسلامی، آقا جون سرتون رو بندازید پایین، تو کتابتو بخون، تو قرآنتو بخون، تو انجیلتو بخون، تو کتاب اقدستو بخون، هر کسی کار خودشو بکنه. آقا اصلا ما چه کار به این کارا داریم که ما این کار رو بکنیم؟ جمهوری اسلامی بذار باشه دیگه، تو که از ایران اومدی بیرون چه کار داری به جمهوری اسلامی؟ زندگی تو بکن، حال تو بکن، برو بیا و و و از این قصه ها، از این به نام خدا خیلی اصلا این تدبیرها رو دارن انجام میده اینا. از طرفی مردم ما ایران که توی مشکلات و سختی ها هستن دنبال این هستن ببینن پس حقیقت چیه، بعضیا به دنبال فالگیره میرن، فال و فالگیری از طرف خداوند نیست عزیزان. آمین. آمین. خواهش میکنم اگر به عرایز من گوش نمی کنید لطفاً به برنامه های خوب روانشناسا گوش کنید، دلایل علمیشو برای شما خواهند گفت و خدا رو شکر ما در تلویزیونی هستیم که روانشناسای خیلی خوبی دارن، تشویقتون میکنم، نگاه کنید عزیزان رو ببینید، بشنوید. فال و فالگیری رفع مشکل تو رو نمی کنه. چرا هموطن عزیزم کلام زنده خدا رو رها کردی به فال و فالگیری چسبیدی؟ و این از طرف شریر هستش و این از طرف خرافات هستش که شما رو فریب میده. حتی اگر تصور میکنید بله یه چیزایی گفته درست هستش، هموطن عزیزم درست تر از اون رو خدا داره. آمین. از خدا بخوا که تو فرزند خدا هستی، خدا آمین. به تو اتوریتیش خواهد داد که امیدوار آمین. باشی، شادمان باشی، قوت تو رایگان به تو میده، پولم آمین. از تو نمیخواد در این مسیر. بله، آنها به نام من به دروغ پیشگویی میکنن در حالی که من آنها را نفرستادم، اما وقتی 70 سال اسارت در بابل تمام شود همانطور که قول دادم بر شما نظر لطف خواهم انداخت. ممنون. چون قبلا کلام خداوند اعلام میکنه که قوم اسرائیل به 70 سال در از اسارت میره که دانیال میره دعا میکنه. هموطن عزیزم اگر امروز ما به اسارت رفتیم فراموش نکنیم، ما نیز در کتاب همین کتاب ارمیا اگر اشتباه نکنم باب 49 هستش اعلام میکنه که در روزهای آخر خدا اجازه میده، هموطنان عزیز توجه کنید، خدا اجازه میده قدرت ایران شکسته بشه و اعلام میکنه که ایرانی ها آواره تمام جهان خواهند شد، طوری که هیچ کجای جهان نیست که یک ایرانی نباشه و الان ما تو اون شرایط هستیم. اما میگه در انتها خداوند دوباره اجازه میده شرایطی ایجاد بشه که ایرانی ها به ایران برگردن و بر قلب ایرانیان سلطنت میکنه. آمین. هموطنان عزیز نظر خدا روی ایران و ایرانی ها هستش. آیا نظر من و شما روی خدا و آزادی ایران و مملکتمون هست؟ آمین. به فکر مردممون هستیم یا نیستیم؟ اگر باشیم بدون که خدا به تو این حکمت و این قوت رو خواهد داد که بتونی اندیشه خوبی برای زندگی خودت و هموطنانت داشته باشی. بله؟ اما وقتی 70 سال اسارت در بابل تمام شود همونطور که قول داده ام بر شما نظر لطف خواهم انداخت و شما را به وطنتان باز خواهم گردان. آمین. 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 خواست و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختیتان و کسی به جز من از آن آگاه نیست. خیلی ممنون. اراده خدا نیکوست، کلام خدا میگه بند. کلام خدا میگه بیایید بچشید ببینید. آمین. خدا نیکوست. کلام خدا نمیگه از رسول بشنوید، از فلان کشیش بشنوید، از فلان آخوند بشنوید، از فلان خاخام بشنوید، ربا بشنوید. کلام خدا میگه بیا پیش خودم،
عیسی مسیح اعلام کرد، گفت مانند ریاکاران نباشید که توی خیابون‌ها نمازهای طولانی میخونن، ردای بلند دارن، محاسن دارن، که دارن مردم رو فریب میدن. میگه تو برو تو خلوتگاه، برو در اون خلوت وجودت، سوالاتت رو نزد خدای بر، خدا عاشق توه. آمین. خدا منو تو رو آفریده. هموطن عزیزم، اون از کشش‌های درونی ما خبر داره. آمین. اون از درد ما خبر داره. و اگر حتی اگر یک روزی از من شنیدید که من به شما عزیزان دارم میگم عزیزان بیاید تا به توسط من شما به خدا برسید، این بیزینسه، گوش نکنید. هرگز ما اینجا نیستیم. آمین. هرگز. هاشا هاشا هاشا. حتی مگه ما دعا میکنیم خدا شفا میده؟ آمین. من به هیچ وجه نمیتونم یه مورچرم پاشو خوب کنم، نه تخصصشو دارم، نه اون به اصطلاح بعضی‌ها میگن علم ماورا طبیعی دارم. خیر، این کار خداست. اما خدا از ما خواسته که برای همدیگه دعا کنیم. آمین. تا خداوند با فیض شفا بده. قلبت رو نرم کن هموطن عزیزم. آمین. بحث نکن در وجودت با من، خدا با تو کار داره. اگر ایران رو دوست داری، اگر مردمت رو دوست داری، اگر اینقدر عشق در وجودت هست وقتی میشنوی افراد اعدام میشن دلت میگیره، افرادی میمیرن ناراحت میشی، بدون ضمیر تو ضمیر سالم هستش. آمین. و خدا میخواد در اون سلطنت کنه، یعنی حکمت، یعنی خرد، یعنی آرامش. آمین. یعنی مهر و محبت. در مقابل او زانو بزن، حقیقت رو ازش بخوا، و اگه قلبت لمس میشه قلبتو به خدای زنده بده. آمین. با خدا زندگی کن، نه با مذهب، نه با کسایی که اومدن انسانها رو معرفی کردن، امامزاده ها ساختن، پیامبران رو معرفی کردن. هرگز. کلام خداوند میگه خداوند جسد موسی رو جای انداخت که مبادا مردم برن بت پرستی کنن. وقتی جان موسی رو میگیره، هموطن عزیزم، جلال از آن خداست. آمین. او شایسته پرستش است. اما وقتی که ما او رو شایسته میکنیم، میدونیم مطابق کلام خداوند انسان ها شایسته هستن که اونها رو محبتشون کنیم، اونها رو دوستشون داشته باشیم، عاشقشون باشیم، از توی خونمون شروع کنیم، با همسرمون، با بچه هامون، و خودمون رو بشوریم از هر کینه و از هر نفرتی، و بعد محلمون، جامعهمون رو دوست داشته باشیم. و اگر شنیدیم که کسی رو ظلمی بهش کردن، اعدامش کردن بی خودی، با غیرت بیستیم و خردمندانه اعتراض کنیم به آنچه را که میدونیم ناعادلانه هستش. بله؟ من میخواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم. آمین. در آن زمان مرا خواهید خواهم و نزد من دعا خواهید کرد و من به دعاهای شما پاسخ خواهم داد، و اگر با تمام وجود مرا بطلبید مرا خواهید یافت. آمین. واو. اگر با تمام وجودت. آمین. یعنی موانع رو بردار، شک رو بردار، ترس رو بردار، نگرانی رو بردار. تا آمین. زمانی که با ترس میری جلو عاشق نیستی. عاشق هرگز نمیترسه، هرگز نمیترسه. واعظی خیلی زیبا میگفت، میگفت یکی از اعضای کلیسا توی ایران، میگفت دیدم اومد سمت من و صورتش رو داره نشون میده. گفتم چی شده، چرا صورتت قرمز شده؟ گفت این یه سیلیه که از برادر دختری که دوستش دارم خوردم. گفتم خب حالا برای چی اومد، اصلا چه اتفاقی؟ گفت من یه دختری دوست دارم و میخوام به موقع ازم بهم خواستگاری، ولی برادرش منو دوست نداره. اون زد تو گوشم، باور کن به اون برادر گفته برادر این سیلی که من خوردم تازه دارم لذت عشق رو میبرم، چون من اون دختر حالا بیشتر دوست دارم، حاضرم بارها از این سیلیا بخورم اما اون عشقم رو از دست ندم. هموطن عزیزم، اگر عاشق هموطنت هستی، اگر عاشق ملتت هستی، اگر عاشق کشورت هستی، ترس هیچ جای نمیتونه داشته باشه تو زندگی. اگر عاشق خدا هستی، ترس بیهوده هستش. نویسنده این گونه میگه، میگه عشق ترس را دور میسازد همچنان که نور ظلمت را دور میسازد. آمین. مسیح گفت من نور هستم. آمین. اجازه بدید مسیح وارد زندگی شما بشه. آمین. وقتی مسیح وارد زندگیت بشه، قلبت رو به مسیح بدی، اون موقع متوجه خواهی شد تاریکی نمی، تاریکی به زور نمیره عزیزان. تا نور نیاد تاریکی نمیره. این شعاری که قبلا تو ایران گفتن، اعلام میکردن، چون فرشته بیاد دیو رود، چون دیو رود فرشته بیاد، این دروغه عزیزان، این دروغه. فرشته اولا که پادشاه ایران محمد رضا شاه، اگه بخوایم حساب کنیم، اون فرشته بود، اون نور بود که توی کشور ما ایران بود. وقتی که رفت
ما دیدیم تاریکی اومد، نور رفت و تاریکی اومد. امروز نور مسیح که جاودانه است میخواد توی قلب تو قرار بگیره، آمین. تو زندگیت قرار بگیره تا همه تاریکی‌ها بره. مشروطه بر این که قلب تو به مسیح بدید و به مسیح ایمان بیارید. اگر احتیاج به انجیل مسیح دارید، خوشحال میشم تماس بگیرید، براتون انجیل میفرستیم. اگر میخوای قلب تو به مسیح بدی، میتونید تماس بگیرید. برای دعای نجات رو میخونم. اما هموطن عزیزم، خدا دوست نباش، خدا شناس باش. آمین. تو خدا شناسی عاشق خدا، عاشق خودت، عاشق خانوادت و عاشق خلق خدا خواهی شد. آمین.